یک شب سرد پاییزی رفتیم به روستایی در بخش مرکزی یزد. روستای محمد آباد که وقتی از کوچه پس کوچه هاش رد میشی، همت و همدلی در اونجا نمایانه. آب میبین میگن برای بیماران کرونایی، هویج، سیب، هر کدوم که خیلی این زحمت شو بکشن. وظیفه خودمون میدونیم که این رو ادامه بدیم و همراهی باشیم برای کادر درمان. بدون اشتش داشتی فقط به خاطر کمک به هم نوشون یا اینجا به ما کمک میکنن. نوجوانا و جوانای این روستا همه و همه از ابتدای شیوع کرونا پای کار اومدن. اونایی که مبتلا به کرونا هستن و تو خونه قرنطینه هستن، ما آب سیب یا آب میوه میریم در خونه هاشون بهشون میدیم. کاری که ما بهت بخوایم نوجوان نوجوان انجام میدیم خیلی برام لذت بخشه. همراه یکی بسته ماست که دست شما در خونه ماست و بروشور تقدیم میشون میکنیم و این تو این بروشور نکاتی درباره درمان و پیشگیری کرونا. بابت امر مبارزه با کرونا اومدیم دفتر شما، یه بخشیشو اختصاص دادیم به پخش ماست با قیمت پایین‌تر. در گوشه دیگر از این روستا جوونا با برگزاری مراسم مجازی از اموات محلشون یاد میکنند. الحمدلله که امشب هم توفیقی شد که جلسه به نام بیاد. جای دیگه خونه رسم نویده اگه محبت کدن به رون گرفتن دستشون هم درم نکنه. حاجیشون با دل رسم شد. تصمیم به این شد که هر شب توی دو تا فضای مجازی این برنامه رو داشته باشیم. تلاش‌های بی‌وقفه این جوونا باعث شده تا اهالی روستا هم به فرزندانشون افتخار کنه. همه دست به دست هم دادن و خیلی کارهای برای بیماران کرونایی انجام دادن. در محل ما بیماری کنترل شد، خدا را شکر. به همت همه جوان ها بود و خدا خیرشون بده. ما ازش ممنون هستیم. و خلاصه این که یادمون نره ایران و ایرانی در کنار هم با همت و همدلی خواهند. سجاد میرشریف، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.